خواستیم بریم منچستر. گفتم که شما را گفتم که شما را با خودم بیارم توی منچستر. یه کاری داشتیم البته، ولی یکی از شما، یکی از سابسکرایبرهای عزیز به من یه دونه درخواست داده بودن که برو یه رستورانی، الان دارم میرم اونجا. اونجا هم میخوام بهتون بگم که حالا چجوری بود، دوست داشتم دوست نداشتم اینا. اگر یادتون باشه یه دونه کافی تایم گذاشتم اخیراً، که توی این کافی تایم راجع به یه قضیه صحبت کردیم که البته درخواستم شده بود. جالبه که از ایران پرسیده بودن که توی مسئله نژادپرستی که میگن توی آلمان هست، توی ایران چجوریه، توی انگلیس چجوریه. خب ما هم خواستیم، درخواست کردیم، دوستان عزیزمون لطف کردن و گذاشتن اینا. بعد توی من چون تایید کرده بودم اون رفتاری که دوست عزیزمون انجام داده بود، تایید کردم از لحاظ اینکه خودش تونسته بود دفاع کنه. و توی کامنت یکی عزیز اومده بودن ناراحت شده بودن که من خوشم نمیاد شما اینطوری برخورد کردین. من اینجا می‌خواستم بگم قبل از هر چیز که اول اینو میخوام بگم که توی انگلیس چیزی که من خیلی راضیم از این فرهنگ اینه که توی ایران میدونم که فکر کنم اینجوری نیست. توی انگلیس اینجوریه که شما به هر دین و به هر چیزی که هستید، افراد باید حتی چه دینتون باشه چه عقایدتون باشه، این باعث نمیشه که شخص برای شما عوض بشه یا بشه یه شخص دیگه. این باعث میشه که شما فقط هر کس بدونید که آدم ها با هم متفاوت هستن و عقایدشون با هم فرق میکنن. باید به عقاید هم دیگه نظر بدید، باید به عقاید هم دیگه احترام بذارید. این مسائلی که همیشه کات میشه توی چیز ویدیوهای آموزشی، سعی میکنم اینجا کات نکنم. خلاصه توی انگلیس اینجوریه که اگر که کسی حجاب میخواد بپوشه، یه دوست عزیزی که توی ایران هستن، با اینکه توی ایران هستن نمیخوام اسمشون رو بیارم چون اینجا به واسطه اینکه با همتون صحبت کنم، همتون هم همون میشناسید، نمیخوام اسمشون رو بیارم شاید دوست داشته باشن، ولی گفته بودن که من و شما از نظر حجابی نظریتمون فهم کنه، ولی من میتونم، من به مثلا نظر شما اعتماد کنم، شما به نظر من اعتماد کنید و من شما رو خیلی دوست دارم و من هم ایشون رو دوست دارم. اینه که منظورم اینه که باید بدونیم که من مثلا اون نظری که دارم منو تغییر نمیده، اون نظر شخصی منو، همون شخصم هنوز. یا مثلا شما اگه یه نفر شما یه عقیده‌ای داشته باشه، من همونو همونطوری میپذیرم، احترام قائلم برای نظرتون و برای خودتون و درک میکنم که we have to agree to disagree. یه دونه اکسپرشن خیلی خوبی هست که توی انگلیس به کار میبریم، میگیم we have to agree to disagree، یعنی باید با مخالفت هم موافقت بکنیم. بعضی وقتا قبول کنیم که نظراتمون با هم دیگه متفاوته. و ایشون به من گفته بودن که این برای من جالب نیستش که شما این کار خانمو تایید کردید. اینه که وقتی که شما بدونید که حتی اگر من یه نظری دارم که با نظر شما متفاوته، هنوز همو دوست داشته باشیم. گفتم مثلا اینجا کسی هست که روبنده میزنه میره توی خیابون و با اون شخصی که انگلیسیه و دینش مسیحیته و دوست داره که عقایدش یه چیز دیگه است، با هم میرن میان ارتباط برقرار میکنن، صحبت میکنن. اصلا این باعث بهش میگن discrimination، یعنی فرق بین آدم ها، تبعیض. اینه که این باعث تبعیض نمیشه، یعنی که اگر من یه نظری داشتم شما دیگه من رو دوست نداشته باشید یا دوست داشته باشید، هیچ فرقی نداره. این یه چیز نظر شخصی، چون نظرها به خیلی چیزا بستگی داره. anyway، حالا از این موضوع میگذریم، فقط میخواستم اینو بگم که مثلا من که دوتا ملیت دارم، اینجوریه که خب مثلا وقتی که با یه انگلیسی حرف میزنم اینه، هیچ فرق برام نداره، اینه مثلا چه میدونم مثل یه آدم که خیلی بهم نزدیکه میمونه و تا زمان اونا هم نمیدونن که حالا من دیگه اون یکی ملیتی اصلا وجود داره یا نداره.
و وقتی که با فقط تنها فرق زبونه، وقتی که با یه آدمی که فارسی زبونش صحبت میکنم هم عیناً همونه، یعنی هیچ فرقی نداره، به اونم احساس نزدیکی میکنم. به خاطر همین اگه مثلا این یکی بیاد بگه که چرا فلان اینا، چون میدونم فقط فرقش زبونه، خب برام قابل چیز نیست. یا مثلا ببین ملیت دیگه، کشور دیگه هم همینن، آلمانی، اسپانیایی، همه جا همه برای خودشون محترمن. و مثلا من توی رستوران رفته بودم توی پاریس و خب عادی انگلیسی خب زبون بین المللیه و رفته بودم توی رستوران، همونطوری که میخواستم غذام باشه داشتم توضیح میدادم و خب تازه انگلیسی زبون بین المللیه و ایشون اون آقای فرانسوی که داشتن اوردر میگرفتن برگشتن مثلا خیلی تو صورتش علامت پر از علامت سوال کرد من تو رو نمیفهمم اینا بود و من خیلی ناراحت شدم به خاطر اینکه خب زبون توریست، زبون بین المللی، زبون توریست ها همه جا هر جا که میرن توریست ها انگلیسی صحبت میکنن و اون آقا نمیدونم چرا حالا مثلا اینطوری رفتار کرد ولی منو معذب کرد. و اگر که اون مشکل رو گیری میدونید که الان برید توی اینترنت هم بزنید متوجه میشید که خیلی رابطه فرانسه با انگلیس و آلمان با انگلیس خیلی خوب نیست. معمولا هم انگلیسی ها، مثلا من خودم با دوستای انگلیسیم صحبت کردم، هیچ کدومشون خیلی عاشق رفتن به فرانسه نیستن مثلا و بیشتر ترجیحشون اسپانیا هست یا جای دیگه تا برن فرانسه. البته فرانسه، جنوب فرانسه خیلی مقصد همیشه پرطرفداری بوده ولی خب این که بخوان کلن با فرانسوی ها بگن رابطهشون خیلی عالی باشه نمیگم. راجع به همه من صحبت نمی کنم، راجع به اون کسایی که حداقل خودم باشون صحبت کردم دارم میگم. و ایشون خب به خاطر نمیدونم چی اینطوری برخورد کرد، خیلی خوشحال نشد از اینکه من اون سبک صحبت کردم و به خاطر همین میگم خب اون خانومم بنده خدا رفته اونجا تو مغازه ایرانی، خواسته ایرانی صحبت کنه و اینطوری یه دفعه شوکش کردن. خب هر کی باشه ناراحت میشه دیگه و این چیزی نیستش که مخفی باشه یا ما بخوایم مخفی کنیم. جو تو تلویزیون خود انگلیس هم نشون میده که حتی مثلا اون زندانیایی که مردم رفتن و کشیدن و مسائلی که به وجود آوردن، اینه که من که کار خلافی نکردم یا مثلا نیومدم، من دارم میگم که همیشه من خودم اهل این هستم، منظور این که I'm a big advocate for مثلا به همه خوبی کن، به همه حتی به بدی کردن مهربونی کن. به خودم خیلی اتفاق افتاده، خیلی اتفاق افتاده، البته همیشه هم خدا با هم بوده، همیشه هم خدا در نهایت وقتی که حق خودم رو اگرم نگرفتن حقم رو گرفته، همیشه اینجوری بوده. ولی راجع به این قضایا اصلا نمیشه گفتش که اجازه بده خوبی، یه چیز قانونیه، یه چیزیه که قانونی رو داره میگه که شما بهش میگه سلف دیفنس، یعنی باید خودت دفاع کنی. شما این اجازه رو داری از نظر قانون که از خودت دفاع کنی و اجازه ندی که به حریم شخصیت کسی بخواد اینطوری یا حتی سوء استفاده بکنه، ابیوزت بکنه و بخواد به خاطر اون صحبتی که زبونی که داری شما رو تحت تارگت مثلا قرار بده، هدف قرار بده. پس من اشتباه نکردم که میگم اون خانوم مثلا اینطوری، این چیزیه که من اینجا یاد گرفتم، از اون اولش اصلا یاد گرفتم که این سرگوشه، این ربطی به مهربونی کردن نداره. یا مثلا توی آلمان نام شنیدین یا نه، آلمانی هم زیاد خیلی با انگلیسی ها رابطه آنچنانی خوبی ندارن. مثلا من تو آلمان بودم، چون که فکر میکردن که من انگلیسی هم از روی لهجه، خیلی مایل نبودن که بخوان. نمیگم همه اینجوری، یعنی این تجربه شخصی خودمه که فقط دارم اینجا با شما صحبت میکنم راجبش، با شما در میون میذارم. ولی آره مثلا، ولی کسی که شخصی که اینجا کنار من بود، اون اومد انگلیسی حرف نزد، مثلا اومد چیکار کرد، اومد با اشاره اینا بهشون فهم بود و کارش رو انداختن خیلی راحت، اصلا جبهه نگرفتن براش. میخوام بهتون بگم که این مسائل هستش به هر حال،
و اون وقتی که شما معذب مثلا من خودم اگه معذب بشم با احساس کنم که اون شخص که هموطن منم هست نباید معذب بشه برای چی؟ و در درجه اول اون شخصی که اومده اون کارو به ایشون کرده آدم بد است، نه من. من که دارم میگم آقا این بنده خدا چرا معذب شده به خاطر زبون مادریش. بگذاریم خلاصه از این حرفا. وقتی که با تو صحبت میکنم خیلی خیلی راحت، انگار که مثلا دارم شما مثلا تو زندگی من، زندگی شخصی من رو نشستین روبروم و دارم خیلی عادیه چیزی که نظر خودم رو بهتون میگم، وگرنه خیلی دوست ندارم عقایدم و من آمدم به شما زبان یاد بدم، ولی بعضی وقتا احساس نزدیکی میکنم چون مثلا کانالای دیگه اینجوریه که از یه دونه مسئله بیشتر پیش نمیرن و من چون احساس نزدیکی کردم با شما، خب بعضی وقتا اینجوری هم میذارم و برام اصلا مسئله ای نیست. اینجوریه خلاصه. حالا بگذاریم، میریم اونجا. وقتی که رسیدم، وقتی که غذا رو امتحان کردم، میام بهتون میگم که اونجایی که خودتون یه نفر شما به من پیشنهاد داده بود چجوری بود، ببینم که چون پرسیده بودم تو ولاگ قبلی ازتون پرسیدم که رستوران ایرانی خوب من اصلا اینجا ندیدم، چون که من تو ایران رستورانای خوبم رفتم تو خود ایران، میدونم که فرق رستوران یعنی غذای ایرانی خوب چیه با غذای معمولی. رستورانای خیلی خوب ایرانم رفتم، پس الانم اینجا هم رستورانای خوبش رو رفتم، ولی فقط راجع به ایرانی دارم حرف میزنم که چنگی به دل تا حالا نزده. الان میریم بهتون میگم. البته این آقا هم اومدن و کامنتشون رو پاک کردن و برداشتن و رفتن، ولی کلا رفتن، ولی اینو دارم برای همه میگم که خب دارم صحبت میکنم انگار که میگم پیش خودم باشین الان دارم انگار باهاتون صحبت میکنم. اینه که مردم انگلیس هم قشرهای مختلف دارن، طبقات مختلف دارن. اونایی که خیلی باشعورن، مسافرت زیاد رفتن، دنیا رو دیدن و تحصیل کرده هستن، با این افکار مخالفن و میدونن که کسی که شخصی رو به خاطر ملیتش، به خاطر زبونش تحت هدف قرار بده، اون شخص بهترین شخص نیست و شما مجازید که از خودتون دفاع کنید. شما اجازه سلف دیفنس رو دارید. خودشون هم این قانون رو گذاشتن آخرین. خودشون هم که این قانون رو گذاشتن مخالفن با یه همچین رفتاری، مخالفن با این طرز تفکر که انقدر سطحش پایین باشه که فکر کنه که یه نفر رو میتونه تحت هدف قرار بده به خاطر ملیتش یا زبونش. چون خودشون هم وقتی که میرن مسافرت یه کشور دیگه دوست ندارن باشون این سبک رفتار بشه. خب اومدیم اینجا، ببخشید که واسه چیز اون در جریانتون نذاشتم، به خاطر اینکه سفارش دادم، به خاطر اینکه خیلی گرسنه بودیم. خب این کاش که بودم چونه که میدید اینم نو، اینم یه قاطه دوبه یعنی خود یعنی اون کامل کف هم رو شما دارید، یعنی این کامل هست هم این کشبه رو که میبینید خود رو از خود کنید تموم دارم تموم دارم، ولی روخش رو دارم روخش رو دارم میگم کشبه رو دارم چه سیگه رو دارم مثلا خیلی چاپ ناپ چه بود آقا خب من که از اون رسید این کوبیده است، اونم صبحانه، ولی بعد خبر شده که میرم چجوره.
به تعدیق داره فعلا از این تعدیقش که خیلی خوش هم بوده. خب دوستان واقعیت حالشو ندارم به حرف بزنم چون خیلی غذا خوردم و پول و فقط الان یه چی میگن یه خواب میچسبه، ولی دیگه نشد دیگه بخوام نگم بهتون. خوب بود غذاش، فقط تنها موردی که داشت کشک بادمجونش خیلی خیلی کم بود دیگه. آخه مگه فقط تستره؟ مثلا یه دونه تست میدن فقط تست کنید، اونجوری بود. ولی در کل بد نبود. کبابش خیلی خوب بود، کبابش نرم و همچون خوب بود. ایشون هم گفتن که غذاشون سلطانی بود، خیلی خوب بود، دوست داشتن. منم کباب کوبیدم و دوست داشتم، مخصوصا اون تعدیقی که روش بود بهترین قسمتش بود و بله خوب بود. 30 پوند خورده ای هم شد. اینم اگر که قیمتشو میخواستیم بدونیم. این رسیدش، اینها رسیدش، بذارم ببینید که اگه خواستید برید ببینید چجوریه. نوشته که کشک بادمجون 5 پونده 4.99. میگم ولی 2 قاشق چای خوری میتونیم بخورین البته. و ما یه دونه جاگاو یوگرت، یعنی یوگرت که نه، یه همون یوگرت درینک در واقع، یا همون دو یه دونه پارچ گرفتیم که اونم 4.50 کوبیده 9.49 و سلطانی 13.49. خوبه، اوکیه، مبلغش هم خوبه، ولی دیگه حالا بستگی به خودتون داره. گفتم شاید بخواییم بدونید، برای همین گفتم. اگه بخوام باهاتون رو راست باشم، نه قیمت که ما بخوایم برای یه دونه غذای ایرانی که در حد این که، چون میگم اگه کسایی که مثلا بچه‌هاتون هم که اینجا بزرگ شدن ببرینشون ایران غذای اونجا رو بخورن متوجه میشن که من چی میگم. اینجا غذاشون همچین، اگه ایران خورده باشی دیگه اینجا رو دوست نمیشه داشت اگه بهترین رستوران های ایران بری. به خاطر همین میگم، یعنی قیمتش هم نه قیمتی که مثلا بگم اگه میخوای نظر من و شخصا بدونید که آیا میارزه 30 خورده به این کوبیده ها بدیم و اینا، نه اصلا نمیارزه، چون که مثل ایران نیست. یعنی به ایران بخوری متوجه میشین که من چی میگم. دقیقا غذایی که ایران میدن خیلی خیلی استانداردش بالاست، ولی اینجا مثلا رستوران‌های دیگه ایتالیایی بری یا چیزای گرد، ترکیه خیلی عالین، حتی بعضیاشون میتونم بگم از خود ترکیه بهترن دیگه. ولی خب راجع به ایرانی ها ما داریم صحبت میکنیم دیگه الان، و اینکه تا آفتابی هم هست. ولی حالا میخوام ببرمتون بعد از این رستوران های ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی که حالشو ببرید، خوشتون میاد اونجا رو متوجه میشین من چی میگم بعدن که براتون بذارم. و تو خونه هم دلم بلم نمیاد، نظرتون رو بهم بگید حتما لطفا توی کامنت ها. بعضی وقتا من خودم تو خونه یه چیزای خیلی خوبی درست میکنم که دوست دارم که به اشتراک بذارم. نظرتون رو بگید، دوست دارید ببینید یه همچین چیزایی رو یا نه. خودم چون با اعضای گروهی ارتباط، هر تک تکتون ارتباط خاصی دارم که برقرار کردم و اصلا برام مهم نیست که حالا مثلا همیشه هم زبان باشه و میدونم که شما رو میشناسم، شما هم منو میشناسید، بعدم نمیاد که مثلا هر دفعه یه فانی هم به قضیه بدم که مثلا متفاوت باشه، همش درس 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 درس، که هم از من بدتون بیاد و هم از زبان بدتون بیاد و اینا نباشه. خلاصه نظرتون رو بگید دیگه، من دیگه هر کاری که به نظرات شما خیلی نگاه میکنم. حالا جالبه که من خودم خیلی چیزا بلدم. خب اگر که فکر میکنید که دوست دارید بهتون یاد بدم با چیزای ابتدایی چجوری درست کنید یه کباب خوشمزه عالی، بهتر از رستوران، یا مثلا یه غذای همچین متفاوت، یا غذایی که به دل خودتونم بشینه براتون درست کنم بذارم و دستورشون رو بهتون بگم، حتما بهم خبر بدید.
خب اینم گفتم بهتون نشون بدم، ببخشید موها ببینید، ولی گفتم بعضی وقتا هم بد نیست همینطوری تو زندگی واقعی منو ببینید. به هر حال گفتم که من اینو بهتون نشون بدم، اینو خریدم از شین و نمیدونم یه جوری اول توی وبسایت که دیدمش خوشم اومد، ولی بعد که رسید، اولا وقتی که ایمیلش رو گرفتم که کانفرم شده و برگشت داره میرسه اینا، دیدم که از گوانجو، نمیدونم چجوری باید پرنامسش کنم، گوانجو یه همچی چیزی داره میرسه، یه شهر دقیقا نزدیک ووهان چین که همین کرونا وایرس از شروع شده با این بساطا. خلاصه انقدر من واقعا ناراحت شدم وقتی که فهمیدم، خیلی هم طول کشید تا برسه. توی سایت دوستش داشتم، شما نظرتون رو به من بگید، توی سایت دوستش داشتم ولی اینجوری یه جوری انگار از نزدیک، ولی یعنی خیلی هم نزدیک به اون چیزایی که همیشه میپوشم نیست، ولی خب نزدیک سلیقه معمولیم نیست، ولی خب دیگه گرفتمش دیگه، حالا شما نظر بدید ببینید چه جوریه. بعد میخواستم بهتون بگم که شین، همین وبسایتی که من اینو ازش گرفتم، انتظار داشتم که اولا از چین بیاد، از UK بیاد، ولی از چین اومد و وقتی که اومد دیگه تموم اسپری الکل نه انگلیسی نه فارسی، یه چیزی وسطش میگم، بهش کلن زدم و اینا، خیلی با استرس بازش کردم، گفتم که ای بابا حالا این کرونا رو هم که نگرفته بودیم میگیریم، ولی خب اولم تو راه بود که فکر کنم دیگه کروناش یعنی ویروسش کشته شده بود، ولی به هر حال فعلا که اینجا الان پرتره بیشتر از چینه، بهم خبر بدین که این چجوریه. ولی میخواستم بهتون بگم که به علت فکر میکنم که چیه که 70% 12 سعی میکنم همین ارچک، با اینکه حالا قولش رو داده بودم که بعد از اون 504 یه چیز دیگه باشه، ولی خب حالا سعی میکنم همین ویدیو رو بذارم که اگه کسی احیانا میخواد از شین خرید بکنه 70% تخفیف داره، خیلی خوبه، تخفیف شینو میگیرید 70%شو، خیلی خوبه. حالا برای کسایی که دوست دارن، حالا چه اینو این از این بلوز خوششون میاد یا از چیزای دیگه که پوره تو وبسایتشون، گفتم که بهتون خبر بدم که شما هم از این 70% بهره ببرید. خب من دیگه همینجا بعد ازتون خدافظی کنم، چون که خیلی امروز حرف زدم، فکر کنم دیگه از این به بعد میایم می‌رسیم که همون درس بده، تو نمیخواد از این چیزا بذاری. خلاصه اگه فکر میکنید که من نباید از این چیزا بذارم، اصلا چه میدونم، یه وقت میبینید که فقط اون سبک دوست دارید از من ببینید، اگه اینطوریه که بهم خبر بدید، ولی به هر حال هر جور باشه که من خوشحال میشم. من اینجور سبک ویدیوها رو خیلی دوست دارم، چون خودم بدم نمیاد، خب دوست دارم، چون که دوست دارم بعضی وقتا باهاتون صحبت کنم، نظرهای شما رو بدونم، خیلی برام لذت بخشه واقعا. به هر حال امیدوارم که شما هم روز خوبی داشته باشید، اگه نظری، چیزی، پیشنهادی، انتقادی، هر چی که هست توی قسمت کامنت بذارید. کلی باهاتون حرف زدم، امیدوارم جوابشو توی کامنت بگیرم و بتونم باهاتون از این طریق ارتباط برقرار کنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید امیدوارم که روز خوبی داشته باشید تا ویدیوی دیگه، این که درس نبود، تا ویدیوی دیگه ازتون خداحافظی میکنم. یادتون نره که اگر از ویدیو خوشتون اومده لایک کنید، سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و دوست داشتیدم با کسی شیر کنید که بفرمایید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.